در خداوند زمانی که ما صحبت میکنیم پرورش دادن، همون جوری که گفتم خدمتون، به فرایض شخصی سلیقه نیست، بلکه بر اساس حقایق کتاب مقدسی و الهیاتیه که ما طبق اراده خدا چطور میتونیم بچه همون رو تعدیب و تعلیم بدیم. زمانی که ما آیناز عزیز رو تعمید دادیم، صحبتی که من با پدر و مادر عزیزش داشتم این بود که آیا شما قول میدید که آیناز رو در خداوند تعلیم و تربیت بدین، در این مسیر بهش تعلیم بدین و تربیتش کنید؟ این چیزی که به ما در کتاب مقدس گفته شده و وظیفه ما اینه. وظیفه پدر این نیستش که نشون بده ببین من چقدر قدرت و اختیار دارم تو خانواده. اتفاقا وظیفه پدر اینه که نشون بده که ببین خدا چقدر قدرت و اختیار داره. زمانی که ما راجع به در خداوند تعلیم و تربیت صحبت میکنیم، اینه که از اقتدار و قدرت و اختیاری که خدا به پدر داده و به خاطر مسئولیتی که خدا به پدر داده استفاده کنه پدر، تا نشون بده که نه، اتفاقا یک پدر آسمانی ما داریم که اون اینطور ارادش هستش، که اون اینطور اختیار داره و قدرتش اینطوری هستش، و حقایق الهی رو بهش نشون بدیم. چون که هر چقدر ما تو هر نسلی که باشیم فاصله پدر و پسر میبینیم که متفاوت میشه، ولی خدا تنها پدریه که در هر نسلی میتونه نزدیکترین فاصله رو با پسران و فرزندان داشته باشه. پس خیلی خوبه که ما بتونیم فرزندانمون رو در خداوند تربیت کنیم و به سمت خدا ببریم، تا بر اساس رفتار و عقاید و عادت‌های شخصی خودمون.